پس از روی کار آمدن امارات اسلامی، علاقمندی سرمایه‌گذاران چینی به افغانستان افزایش یافته است. براز شنبه نیز برخی از سرمایه‌گذاران چینی به هدف سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراهای بزرگ افغانستان با معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است. در سرای استخراج و پروسس معادن، اسای خدمات در میدان‌های هوایی و اعمار پارک‌های صنعتی قرارداد انجام شده به کار عملی از او آغاز گردیده که ارزش مجموعی این سرمایه‌گذاری‌ها به 2 میلیارد دلار می‌رسد. همچنان نسلی نمودن گمرکات و سایر بخش‌ها نیز قراردادهای در آینده نزدیک با کمپنی‌های خارجی امضا و کار عملی آنها آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد که چین از دریچه همکاری‌های اقتصادی می‌خواهد در سیاست افغانستان جای پای بیشتر باز بکند و نقش حریفای قدرتمند خود در جو سیاست افغانستان از راه اقتصاد تضعیف بکند. از سوی دیگر، مسئول شرکت‌های چینی در افغانستان می‌گوید که هم‌اکنون بیش از 20 شرکت چینی در افغانستان حضور دارند. این سرمایه‌گذار چینی می‌افزاید که اگر امارات اسلامی سهولت‌های بیشتر به سرمایه‌گذاران فراهم کند، علاقمندی سرمایه‌گذاران در بخش سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش خواهد یافت. یعنی 5 میلیون به کابل سرمایه هست. دیگه چی؟ دیگه مثل چیناتون به 21 فابریکا چین قرارداد هست. کاندیدات جنس که حدیدی به کابل فلوش به 21 کامونی چین مثل شرک کالا میکنه به کابل. چین در بیش از 2 دهه گذشته بزرگترین قراردادها در بخش معادن افغانستان را به دست آورده است. در حال حاضر قرارداد مس عینک لوگر و قرارداد حوزه نفتی آمودریا در اختیار شرکت های چینی قرار دارند.